براتون سواله که وقتی الایترا دارید بدون فایروال چجوری پرواز کنید؟ کاری نداره که. مرحله اول یه محفظه درست میکنی که توش با زدن یه نوت بلاک واردن اسپان بشه. مرحله دوم واردن رو با آب میدی بالا روی زمین. مرحله سوم خودت میری بالا روی زمین. و مرحله چهارم شل میکنی. به همین سادگی. ایو چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. چند وقتی نرفتیم ردیت ماینکرافت، وقتشه بریم یه نگاه به ردیت ماینکرافت بندازیم ببینیم چه خبره، ببینیم ملت توی 19 چی کارا کردن. قطعا کلی پست ردستون قراره ببینیم، کلی پست بیلدای خفن قراره ببینیم. ردیت ماینکرافت کلاس خیلی چیزای باحالی توش داره. ما میرسیم به قسمت اسپانسر این ویدیو که اسمش چیه؟ یاهاها. بله اسمش یاهاهاست. یاهاها یه پلتفرم جدید تولید بازی توسط یوزرهاست که توش میتونید تجربه های تعاملی سه‌بعدی بسازید. هر کسی توی یاهاها میتونه بدون اینکه چیزی از کد زدن یا سرور ساختن بدونه برای خودش یه چیزی بسازه و برای دوستاش هم به اشتراک بذاره. تمام این چیزایی که توی این ویدیو میبینید هم توسط خود یاهاها ساخته شدن. کاربرای یاهاها میتونن با استفاده از کامپوننت ها و اسست هایی که خود برنامه داره چیزایی که میبینید رو بدون اینکه کد بزنن بسازن. بعد نکتهش اینجاست که یاهاها یه لایبرری بزرگ میلیونی اسست های سه‌بعدی داره که یوزرها میتونن بینشون بگردن استفادهشون کنن و اینا رو شما دانلود نمیکنید، بلکه وقتی میگردید اونایی که میخواهید استفاده کنید و از کلاود میگیره دانلود میکنه روی سیستمتون. یعنی دانلود عظیمی نداره، نرم افزارش چیز کوچیکیه. و از همه جالب تر اینکه اگر با یاهاها چیزی بسازید کارتون تموم شه، با یه دونه کلیک میتونید پابلیشش کنید رو اپلیکیشن کراس پلتفرمش. یعنی چی؟ یعنی هم رو موبایل هم رو پی سی با هم میتونن بازی کنن و با هم استفاده کنن از چیزی که شما ساختین. یاهاها ارلی اکسسه، یعنی هنوز کلی جای پیشرفت و خفن شدن داره. لینکی که توی کامنت و توی دیسکریپشن گذاشتم رو بزنید برید جوینشی. تازه به کسایی که تو کامنتیشون چیزای خیلی باحال بسازن جایزه هم میدن. از لینکی که توی دیسکریپشن و توی کامنت گذاشتم استفاده بکنید، برید دانلود کنید یاهاها رو. اگه کنجکاو بازی سازی هستید حتما خوشتون میاد. حالا برگردیم به ویدئوی اصلیمون. قبلا تو فیلما میدیدیم که آدما میرفتن ربات میساختن، بعد مثلا با ربات زندگی میکردن برای اینکه یه دوستی داشته باشن، برای اینکه همدمی داشته باشن. نشستیم با خانواده‌مون فیلم رو میدیدیم، اشک میریختیم، ناراحت میشدیم، میگفتیم آخه چه آدم ناراحت و بیگناهی، دلم براش سوخت، آدم چقدر باید بدبخت باشه مجبور شه بشینه ربات بسازه که باهاش وقت میگذرونه. ولی متاسفانه الان تو سال 2022 واقعا یکی تو ماینکرافت رفته کد زده و با کد یک دوست برای خودش ساخته به اسم بستی که این دختر است. حالا اینکه دختره رو کاری نداریم، خودش کلی تفاسیر داره و میشه تا صبح راجعش صحبت کرد، ولی اینی که ساخته رو داره باش چت میکنه، بعد هر جا میره دنبالش میاد، بعد میره با پیلجرا میجنگه، اتک میده، کمکش میکنه، بهش هم میتونه کلوچه بده، کلوچه میخوره، ازت تشکر میکنه و در نهایت هم اگه بری رو تخت بخوابی باهات میخوابه و شب و روز میکنه. هم تلخ هم شیرین، هم ناراحت کننده است، هم دل آدم رو غنج میاره. نمیدونم چه حسی راجع به این ویدیو دارید. شما بودی چه حسی داشتید راجع به اینکه یکی این همه زحمت کشید که برای خودش یه دوست تو ماینکرافت بسازه، چون هیچی باش بازی نمیکنه. قصم میرفت، جدا قصم میرفت. ببینید اگه تکسچر چوبای ماینکرافت این شکلی بود چقدر باحال میشد. اومده تکسچر چوبای ماینکرافت خودش طراحی کرده، بیشتر شبیه بازیهای پیکسل آرتی دیگه شده که الان خیلی طرفدار دارن بعضیاشون. از بالا چوبا این شکلی ان، این چوبای ندره و اینم هفته چوبیه که توی دنیای عادی داریم. از بغل این شکلی ان و تازه انیمیشن هم دارن. نگاه کن این انیمیشن داره، من ویدیوشو پلی کنم، خیلی باحاله که اینجوری رگه های زندگی توی چوبای ندر در جریانه. به نظر خود من به استایل ماینکرافت نمیخوره، ولی اگه همه ماینکرافت با این استایل بود چیز قشنگی میشد. باحاله، دوستش دارم. نظر شما رو هم دوست دارم بدونم تو کامنت ها. یه در جدید ساخته برای ماینش، ببینیم چه شکلیه. آیتم فریم رو میزنه. اوه پشمام، این نقشه است، این نقشه است، با نقشه این طرحو در آورده. یه سوشی شدهش دواچر. من نمیدونم این در ما رو کدوم کتاب فانتزی یا فیلم فانتزیه، ولی با
مپ نگاه کن چی در آورده، عجب چیز فریکیه. بعد رد میشی وارد معدنش میشی. مال یه کتاب، بذار تو کامنتاش بخونم. بچه من تو کامنتا چک کردم، این راجب ارباب حلقه هایه که شاید بعضیاتون دیده باشین شاید ندیده باشین، لورد آف درینگز، و نمیدونم کجاشه، خیلی وقت پیش دیدم خودم یادم نمیاد. ولی نگاه کنید با نقشه عجب طرح خفنی در آورده، طرح خود سنگو در آورده، ظریف. وای خیلی خوبه، خیلی خوبه. دارم میخواد بمیرم برای جدی، دارم با چنگ میخوام بزنم خودمو. عنوان ویدئوی بعدی ویدرکش 7200 تا در ساعته، که من ویدئو رو ندیدم، پاس کردم با هم ببینیم. اولش رو دیدم کرکوپرم ریخت. 7200 این فرش ایرانی داره میبافه. 7200 تا ویدر میکشه این دستگاه در ساعت. این چقدر تقسیم برای 60ش کنی چقدر میشه؟ تقسیم برای 60ش کنیم میشه 120 تا ویدر در دقیقه، یعنی 2 تا در ثانیه ویدر اسپان میکنه و میکشه. یا اول جدی همچین دستگاهیه؟ باورم نمیشه. چرا انقدر سریع کار میکنه؟ فستش کرده؟ اصلا موندم جدن، فقط موندم توش. اصلا اسکینای بدراک توی دنیای دیگه هن. نگاه کن اسکینا رو، نگاه کن ویدئو گرفته گذاشته میگه چه خبره تو ماینکرافت، چی کار دارید میکنید. نگاه کن بال گذاشتن برای ملت و اصلا یه وضعیتیه. نمیدونم چقدرتون بدراک بازی میکنیم، من نمیدونستم این شاپا از این همه چیز میزای خفن داره تو بدراک بتونی بگیری. 400 تا کوین 3 دلار قیمتش، مثل این که 400 تا سکه است. نگاه کن بالاشو. ولی جدی داشته باشید اسم میکنم عشق میکنید، اسم میکنم مثلا از این بالا داشته باش. چه چیز فریکیه ترسناکی شد. بای نگاه کن شاپشو، نگاه کن هیروی دوتا دوش و تینکر شد. این چیه؟ یا ابوالفضل چی کوله پشتی سیار، درخت قارچی توی ازش فرو رفته. ویدئوی بعدیمون 1/8 TNT لانچره. من نمیدونم 1/8 TNT لانچر یعنی چی و چرا آدم رو دوستش داشتن، ولی میدونم تو بدراکه و قراره با هم ببینیمش، که یه دستگاهیه تو آبه و روشنش میکنه و وامیسته این تو. بعدش چی میشه؟ خیلی دوست دارم بدونم. بعد یا ابوالفضل یه عالمه TNT ول شد اومد تو بدراک. TNT این شکلی میشه؟ تو جاوا انقدر میفرسته هوا؟ 5000 تا بلوک رفت هوا. بذار برسه پایین بهتون، تو موبایلم هست اصلا. ببین بذار بهتون بگم چرا 1/8 TNT لانچره. ببین دلیل اینکه 1/8 TNT لانچره فکر کنم واسه اینه که اینو هم ارتفاعی بزرگتر میکنه، هم دور تا دور میسازه، بعد تعداد TNT ها بیشتر میشه، بعد تعداد TNT ها بیشتر بشه ارتفاعی بیشتری میفرستد هوا. ولی چرا؟ یادتونه من همیشه میپرسیدم چرا؟ خیلی وقت نپرسیدم چرا. به نظرم الان وقت مناسبیه برای اینکه برگردیم به سوال همیشگی، سوال کلیدی و سوال بنیادی این کانال، که وقتی یه آدمی رو میبینیم یه کاری میکنه میپرسیم چرا؟ چرا آدم باید یه چیزی بسازه که 20,000 بلوک بندازدش هوا؟ بعد مثلا اونجا الایترا رو روشن کنه میتونه 70,000 80,000 بلوک مستقیم بره جلو. قراره یه استراتژی کشتن واردن ببینیم، که کسی که گذاشته میگه این استراتژی کشتن واردن برای کساییه که جرأت زیادی دارن. چیکار میکنه؟ چه سوا میکنه؟ لوتا رو برمی‌داره و واردن اسپان میشه. خب اوه 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 پشم داره میکاره دورش. آره پشم کاش دورش. واردن رو پشمالو کرد، واردن رو دوسوته پشمالو کرد، واردن پشمالو اون تو. بچه امتحان کردید اینو؟ مثل اینکه استراتژی کشتن واردن نبود، بیشتر استراتژی بدوارز پلیری بود. پشمو برمیداری سری دور واردن رو بیلد میکنی. امتحان کنید، به نظر من خراب میکنه نمیکنه. بعضیاتون حتما کسی پیدا میشه تو کامنت ها این کارو کرده، بگردید ببینید کی این کارو کرده و چه توضیحی داده. کامنتشو لایک کنید بیاد بالا همه ببینیم که این جواب میده یا نمیده. تا دارید به این فکر میکنید که واردن رو میشه اونجوری گیر انداخت یا نه، بیاید یه خورده زیبایی ببینید. یه خانومی کاسپلی الکس رفته، یعنی الکس ماینکرافت با آرمور دایموند، که نگاه کنید آرمور دایموندش چقدر تمیز در آورده. لباس الکس هم پوشیده، خودش هم که دیگه خودتون بگید دیگه، خودش هم که ماشاءالله ماشاءالله. این هلمتشه، این آرمورشه، نگاه کنید این کفشاشه، این ساقبند دست و پای، این زانوبنده، این سپره و شمشیره و کمربند، پیکاکس، کمربند، کلاه، همه چی داره، همه چی داره آرمورش. و آرمورش تنش باشه این شکلی، دستکش هم داره، فوق‌العاده است. عکس آخرم برای اینه که بگه لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. هیچ دلیل دیگه ای نمیبینم توی این عکس. با
بدو 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 وقت جمعه بازاره، وقت جمعه بازاره. وسیله‌ای که امروز برای فروش آوردیم اینه، یک مجسمه مولایی. اصلا خراب این شدم، نگاه کن چقدر تمیزه. به نظر من جدی میارزه، یعنی فکر کنم الان با این وضعیت پولی که داریم قشنگ 2-3 میلیون میارزه آدم اینو بگیره. خیلی خوشگله. یه زاویه دیگه هم داره، نگاه کن اینم اون یکی زاویهشه. یه عنکبوت و اسکلت، اسکلت سوار عنکبوت، سگ داره پاشو قربونش برم، سگ داره پاشو گاز میگیره، استیو هم داره میزنه تو فرق سرش با پیکاکس. فقط استیو متاسفانه نوبه، استیو ویدئوهای آموزشی ماینکرافت این کانال رو ندیده، با پیکاکس داره میزنه جای اینکه با تبر بزنه. فقط تبر، شمشیر هرگز استفاده نمیکنیم ما تو ماینکرافت. و به رسم همیشگی ماینکرافت که وقتی یه چیز دیوانه وار بمب و خفن میبینید، همیشه یکی هست که بعدش یه چیز بمب تر، دیوانه وارتر و خفن تر بسازه. چیزی که قراره ببینیم یک صفحه نمایش 144 پیکسلی ماینکرافته که 144x144. چون صفحه نمایش 7 سگمنت و این چیزایی که قبلا ساختن کافی نبود، حتما باید یک کثافتی گنده تر از اون بسازن. حتما باید صفحه نمایشگر گوشی شما، رزولوشنش الان یادم نمیاد، بذار ببینم، نوکیای گوشی نوکیای 1120 96x65 پیکسل بود، اونو که 1120 که تانک بود همه استفاده میکردن. بعد تو ماینکرافت اومدن 144x144 پیکسل ساختن، رزولوشنش از 1120 بالاتر این صفحه نمایش. بعد اینه، هیبت رو نگاه کن، عظمت رو نگاه کن، استیل گنگ رو نگاه اصلا حالم یعنی این آخرشی که میبینم غم و غصه میگیردم، اصلا حالم به هم میخوره، انقدر ملت خوبن، انقدر ملت خفنن. اصلا تموم شد دیگه، نمیخوام این ویدیو رو ادامه نمیدم آقا، من میرم بالا بیارم. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکنید، برید شما بالا بیارید، برای شکمتون خوبه بعد دیدن این نبوغ حال به هم زنه ملت. من سینا کرشم، تا ویدیوی بعدی میبینمتون، شب و روزتون خوش، مخلصیم، ارادت، فعلا خدافظ.